زمان شاه جامعه ما اونجا آگاه شده بود که مقصر اصلی رو شخص شاه میدونستن در حالی که در دههای مثلا چهل قبل از پنجاه غیر از جمع محدودی که آگاهی داشتن می گفت این اطرافیان شاه هست که در حال اهل فسادند و مشکل دارن شخص شاه مشکل نداره اما این حرکت های جنبش مسلحانه بعد از سال پنجاه تقریبا کل جامعه ما به این آگاهی رسید که مشکل اصلی شخص شاه و استبداده جامعه ما بعد از انقلاب ویژگی داره که فرق داره اسپلات دینی با اسپلات سیاسی در یک محدوده می توانن این اسپلات دینی رو دنبال بکنن چرا به حال جامعه ما مذهبی هم ناراضی هستن این ناراضیاتی ها در درون خود نیروهای سپاه و داخل حاکمیت هم هست یعنی اونجور جامعه بسته مثل قبل از انقلاب نیست که شاه فرمانده کل باشه و همه حرفا رو بزنه